بازتاب اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. خبرگزاری بلگاه بلژیک نوشت وزیر دادگستری بلژیک توافق مبادله زندانیان را تکذیب و ایران را به اطلاعات نادرست متهم کرد. وینسنت ون کوینکنبورن وزیر دادگستری بلژیک در واکنش به بیانیه دادگاه ایران توافق مبادله زندانیان با ایران را تکذیب کرد. این وزیر گفت این پیام اشتباه است. این از یک دولت یاغی می آید که در دستکاری تخصص دارد. خبرگزاری فرانسه با عنوان ایران می گوید مبادله زندانیان بلژیک نهایی شده است، بروکسل تکذیب می کند، نوشت وزیر دادگستری بلژیک سخنان سخنگوی ایرانی را رد کرد و در توییتی گفت تهران به دنبال ایجاد سردرگمی در یک پرونده بسیار ظریف است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشت روز چهارشنبه مقامات رژیم ایران گفتند که یک آخوند ارشد رژیم ایران در یک حمله در استانی در شمال دریای خزر هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. سایت پارلمان اروپا نوشت فلورین نیتا معاون مدیر امور ایران در سرویس اقدام خارجی اروپا ما 7 بسته تحریمی را در مورد نقض جدی حقوق بشر در ایران تصویب کردیم و آخرین مورد دیروز در شورای وزیران خارجه در لوکزامبورگ بود. ما اکنون کم و بیش 238 فرد و نهاد را در رابطه با نظام تحریم‌های حقوق بشر علیه ایران ریسک‌گذاری کرده‌ایم و این تعداد در مقایسه با قبل از شروع اعتراضات بیش از 2 برابر شده است. اسمال وارد ژورنال آمریکا با عنوان شبکه‌های جهانی حزب الله و تجارت کوکائین آمریکای لاتین نوشت حزب الله یک سازمان جهانی است که نزدیک به 40 سال است در فعالیت‌های مختلف سیاسی، جنایی و تروریستی شرکت داشته است. این گروه تحت حمایت شدید رژیم ایران نفوذ خود را در خاورمیانه، آمریکای لاتین و ایالات متحده گسترش داده است. این منطقه در حال تبدیل شدن به یک مرکز برای عملیات کوکائین سیاه و همچنین یک منبع جدید مالی مهم برای حزب الله می‌شود.